همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن، تا بیشتر همین اخبار رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای مهدوی آزاد، از این موضوع شروع بکنیم که در شبکه‌های اجتماعی، در فضای مجازی، مردم خیلی ناراحت و ناراضی هستند از اینکه منابع کشور داره صرف هزینه مراسم اربعین میشه. این اتلاف غیرقانونی منابع که مردم دارن بهش اشاره میکنن دقیقاً شامل چه مواردیه؟ میدونید که راهپیمایی اربعین به صورت فردی بین برخی از علما خب رسم قدیمی است، منتها این ورژنی که الان در حکومت ایران داره اجرا میشه یک ورژن کاملا امنیتی و در واقع منحصر به فرد هست. در دنیا روایت های مختلفی وجود داره که حتی حکومت ایران برای اینکه یک آلترناتیو مقابل حج درست بکنه، حجی که در اختیار عربستان سعودی هست، در واقع این مراسم تبدیل کرده به یکی از بزرگترین مارش ها، بزرگترین راهپیمایی ها و تجمعات مذهبی در دنیا که سالانه داره برگزار میشه. از همون ابتدا هزینه هایی که در واقع از اقتصاد ملی ایران خارج میشه برای برگزاری این مراسم اصلا فوق تصوره. از همون ابتدا یه سری هزینه های شخصی شما شروع بکنید، من دارم بر اساس محاسبات در بازه خبرگزاری حوزه علمی قم میگم، از پول هزینه که باید به شهرداری بدن، هزینه صدور پاسپورت شما بیاید تا هزینه های اولیه، بعد هزینه های عجیب و غریب به ظاهر کم اما در واقع جمعش رو بزنید سنگین حمل و نقل. اگر آمار رسمی درست باشه 45,000 نفر فقط از سیستم حمل و نقل هوایی استفاده میکنن، حدود 1,200,000 نفر از ناوگان حمل و نقل ریلی یا اتوبوس و مینیبوس. بیاید اینا تازه هزینه های شخصی است. از اینجا به بعد شما تازه وارد آن چیزی میشید که حکومت داره هزینه میکنه. ببینید آمار رسمی میگه 3,000 موکب درست کردن که از این 3,000 تا 1,800ش در داخل عراق هست. شما فقط مقایسه بکنید این 3,000 تا هزینه‌ای که روزانه دارن میکنن، آب و شربت و غذا و یه سری مواد مایحتاج اولیه به زائران نه فقط ایرانی، به سایر زائران پرداخت بکنن، در واقع انجام بدن. تقریبا تمام دستگاه‌های حکومتی تحت امر آقای خامنه‌ای، در واقع اونجایی که به روایت نایب رئیس سابق مجلس 60% اقتصاد ایران هست، از ستاد اجرایی فرمان امام بگیرید، آستان قدس بگیرید، بنیادها بگیرید، سپاه پاسداران، بسیج، اینها با تمام امکانات اقتصادیشون که ارث پدرشون نیست، اقتصاد متعلق به کشور هست، وارد صحنه میشن. ظاهرش شاید کوچیک باشه اما شما موقعی که جمع میزنید میبینید اعداد میلیاردی، همینجوری هزینه های میلیاردی به صورت ساعتی داره میشه، از نونوایی های سیار شما بگیرید تا هزینه های بیمارستانی و هزینه های درمانی. در مجموع فکر میکنم این یکی از بزرگترین در واقع پروژه های پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران هست. این هزینه که مجموع این در واقع مجموع اقتصاد ملی ایران از حکومت گرفته تا مردم انجام میدن سر این راهپیمایی که یک مسئله کاملا سیاسی امنیتی است، با هزینه حج هم برابری میکنه و حتی از اون بیشتر هست. ضمن اینکه هزینه مسئله مثل حج واقعا بیشتر یه مسئله مذهبی است، اما شما وارد این موضوع که میشید موضوع بیشتر سیاسی امنیتی است. یعنی این هزینه داره میشه واسه اینکه حشد شعبی تثبیت بشه، این هزینه داره میشه برای اینکه نفوذ ایران تقویت بشه، نفوذ جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، سپاه قدس، این هزینه داره میشه برای اینکه ایران رجزخوانی کنه در مقابل اعراب یا کشورهای جهان اسلام که بگه من خودم یک قطب در واقع متفاوت هستم. برای در مجموع جمله آخر رو اینطوری دوباره جمع‌بندی می‌کنم، بزرگترین پروژه پروپاگاندای جمهوری اسلامی با هزینه‌ای که ساعتی میلیاردی هست، غیر قابل محاسبه هست و تمام ابعاد اقتصاد ملی ایران از معیشت خانوار گرفته تا امپراتوری اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی رو وارد میدان میکنه. در همین حال هم دیدیم کیهان گفته مردم باید، زائران باید عکس قاسم سلیمانی رو حمل بکنن و حرف سیاسی نزنن. این رو چطور میشه توضیح داد؟ اگر خیلی کوتاه بفهمید. ببین همین حمل عکس آقای قاسم سلیمانی خودش بزرگترین حرف سیاسی موجود هست. به هر حال بخشای بزرگی از شهروندانی که الان میرن اربعین اینا لزوما حامی حکومت نیستن، بخشای بزرگیشون حتی انتقاد دارن به آقای قاسم سلیمانی. همین تبدیل کردن یک مراسم به ادعای خودشون مذهبی به یک مراسم کاملا سیاسی هست، با توجه به اینکه بشه قاسم سلیمانی بشه بین‌المللیشون بشه تروریستی هست و اغلب دنیا پذیرفتن اینو، تمام کشورهای دنیا پذیرفتن، در واقع مثل راهپیمایی برات از مشرکین این ماجرا تبدیل می‌کنه به یک راهپیمایی کاملا سیاسی امنیتی به نفع منافع سپاه پاسداران و سپاه قدس. متشکرم از توضیحاتتون. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن، همراه بودید.